السلام علیک یا ابا السلام علیک یا سلام علیک السلام علیک یا ابا السلام علیک یا ابا السلام علیک یا ابا سلام بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی عباس ابن امیر المومنین. سلام بر علمدار بابفای سید الشهدا علیه السلام و سلام به شما بینندگان عزیز شبکه جهانی بیت العباس که منت گذاشتید و این شبها ما رو نگاه کردید. امیدوارم که عزاداریاتون قبول باشه و اگر هر نقطه نظری دارید راجع به برنامه به وقت سلام حتما به روابط عمومی شبکه اعلام کنید. شب تاسوعاست، شبی که آقا امام صادق علیه السلام اینطور وصفش میکنن که تاسوعا روزی بود که عمر سعد لعین و دعی ابن دعی ابن زیاد خوشحال شدن از اینکه سپاهیان فراوان براشون اومده و مطمئن شدن که کسی از اهل عراق امام حسین علیه السلام رو یاری نمی و در آخر کلمه غم‌انگیز فرمودند در وصف این روز: به ابی المستضعف القریب، پدرم فدای اون ضعیف شده در کربلا که قریب بود. سلام و درود خدا به ابوالفضل العباس که آقا امام زمان در زیارت ناحیه مقدسه اینطور ایشون رو وصف میکنه: المواسی اخاه به نفسه. سلام به اون عباسی که مواسات کرد، همدردی کرد با برادرش با جان خودش. والآخذ لقده من امسه، از دیروز خودش برای فردای خودش توشه گرفت. این به ما یاد میده اگر معیت با امام رو میخواد، معیت با امام حسین، با امام زمان، امروز باید توشش رو بگیریم برای فردا روزمون. امروز باید توشش رو برداریم که فردا روز حشر ما و نشر ما با امام زمانمون باشه و همراه او باشیم و معیت او رو داشته باشیم. شب تاسوعاست و شبی که دلهای عزاداران سید الشهدا داغ دیده است. به وقت سلام دست به سینه های داغ دیدمون از مصیبت سید الشهدا میذاریم و عرض ادب میکنیم محضر سید الشهدا و از همینجا سلام میدیم محضرش: السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. آسمون سرخ و زمین و خون گرفته، لیلی بر دامن سر مجنون گرفته، آسمون سرخ و زمین و خون گرفته، لیلی بر دامن سر مجنون،
کربلا داره زیر آفتاب میسوزه، انگار الغمس فقط بارون گرفته. کربلا داره زیر آفتاب میسوزه، انگار الغمس فقط بارون خون و بارون اشک، وای وای بارون اشک زاده زهرا، بارون خون چشمای سقا، وای وای خوشو پهلمون جای تو رو زمین نیست. ابوالفضل من اون قد و بالا که میشناختم این نیست، خوشو پهلمون جای تو رو زمین نیست. ابوالفضل من اون قد و بالا که میشناختم این روخ تو نگین، پیکر تو رکاب عقیله، رکاب و نگین و نگین نیست. اول فرز رکابون رکابون سلام و درود خدا بر حضرت ابوالفضل عباس، که هیچ کس مثل آقا ابوالفضل الگوی معیت و بودن با امام نیست. در زیارت نامه حضرت ابوالفضل که از حضرت صادق علیه السلام رسیده، ما یاد میگیریم که معیت با امام نتیجه تسلیم و تبعیت و نصرت امامه. در زیارت نامه حضرت میخونیم جئتو که یبن امیر المؤمنین، آمدم پیش تو ای پسر امیر المؤمنین، وافدن الیکم، ورود کردم به مجلس شما، به حرم شما، و قلبی مسلم لکم و تابع، قلبم تسلیم شماست و تابع شماست. و انا لکم تابع، دوباره تأکید میکنم که من با تمام وجودم تبعیت شما رو میکنم. و نصرتی لکم معده، یاری من برای شما آماده است. کربلا سال 61 بود، اما ما هر دفعه جلوی ذریح ابوالفضل عباس خدا قسمت میکنه و سلام میدیم، این رو میگیم و نصرتی لکم معده، یاری من برای شما آماده است. این یاری در عمل باید باشه و ادامش این رو به ما بیان میکنه که این یاری به کجا ختم خواهد شد اگر درست انجام بدیم. حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین، اون روزی که خدا حکم میکنه که او بهترین حاکمین هست، اون موقع است که من این رو از خدا میخوام. و معکم لا معدو بکن، که من با شما باشم، با شما باشم، نه با دشمنان شما. انی بکم و به ایابکم من المؤمنین. کربلا سال 61 بود اما تموم نشده، این رو توجه داشته باشیم. خیلی میگیم یا لیتنی کنتو معهم، ای کاش منم با اونها بودم، اما این بابش بسته نشده. اینجا در زیارتنامه میگیم که عرضه میداریم انی بکم و به ایابکم من المؤمنین، من ایمان دارم به شما و ایمان دارم به برگشتن شما. و به من خالفکم و قتلکم من الکافرین، و اونایی که مخالفت شما کردن و اونایی که شما رو شهید کردن، من کافرم به
مرام اونها و راه اونها. دقت کردید به این کلمه ایاب کن؟ برگشت شما، من به برگشت شما ایمان دارم، اشاره به رجعت. یه روزی علمدار سید و شهدا دوباره بر میگرده و اونهایی که معیت با امام رو داشتن تو زندگیشون، اگرچه سال 61 هجری نبودند، دوباره میتونند این رو عرضه بدارن به ابوالفضل العباس و بگن معکم معکم لا معدوفکم، من با شما هستم، با شما هستم، با دشمنان شما نیستم. این در روایات به ما رسیده که آقا سید الشهدا و یارانشون بر میگردن و دشمنانشون هم رجعت پیدا میکنن و دوباره انتقام در همین دنیا از اونها گرفته میشه با یه عده مؤمنین دیگری که همراهی میکنن با سید الشهدا و یارانشون. اون موقع یه عده‌ای به این 72 نفر یا کمتر از 100، بیشتر از 100 که در تاریخ گفتن ملحق میشن، چون در زندگیشون و در امروزشون معیت رو داشتن برای فردا، روز رجعت. در همین زیارتنامه راجب معیت خود ابوالفضل العباس صحبتی میشه که تو همون طریقی رو رفتی که اونهایی که در جنگ بدر از پیغمبر دفاع کردن و شهید شدن همون طریق رو رفتن. اشهدو، من شهادت میدم، و اشهدو الله، خدا رو شاهد میگیرم، انک مضیت علی ما مضا به البدریون والمجاهدون فی سبیل الله، من شهادت میدم تو بر همان چیزی از دنیا رفتی و شهید شدی که اونهایی که در جنگ بدر، اولین جنگ اسلام، از اسلام، از پیغمبر، از قرآن، از توحید دفاع کردن، بر اون شهید شدن، تو هم بر همون شهادت از دنیا رفتی. ظاهر عالم رو که نگاه میکنی، آقا ابوالفضل عباس در جنگ بدر نبودن، هنوز به دنیا نیومده بودن، اما ما شهادت میدیم. نه ما، امام معصومی که این زیارت معصور ازش رسیده شهادت میده، ابوالفضل عباس ابن امیرالمومنین، من شهادت میدم تو بر همان چیزی شهید شدی که بدریون شهید شد، چون تو معیت با پیغمبر رو اجرا کردی، تمام کردی، کمال کردی و انجامش دادی. پس اسم تو هم جزو شهدای بدره، جزو انصار رسول خداست. آقا ابوالفضل که مقامش بالاش، حضرت علی اکبر، دیگر شهدای کربلا، اما ما اندازه خودمون میخواییم از این زیارات، از این عبارات درس بگیریم که برای منم فرصت هست برای معیت با امام زمان، حتی با سید الشهدا علیه السلام و قمر بنی هاشم. و این رو در زیارت حضرت قمر بنی هاشم من از خدا میخوام که با او باشم و نه با دشمنان. از ته جانمون در این شب تاسوعا دعا میکنیم. یه روزی تاسوعا محاصره شدن یاران ابا عبدالله، کسی برای یاریشون نیومد. ما هم زمان به همون اجازه نداد، همون جوری که امام زمان در ناحیه مقدسه هم این رو اشاره میکنن که زمان بین من و تو فاصله انداخت، اما این باب بسته نشده، این درگاه بسته نشده، هنوز درگاه یاری حتی امام حسین علیه السلام برای ما بازه. اگر تلاش بکنیم در زندگیمون همون جوری که حضرت عباس از دیروزش برای فرداش توشه گرفت، ما هم از زندگیمون برای فردا روزمون توشه بگیریم، امیده که اون روزی که رجعت اتفاق میفته ما هم در رکاب قمر بنی هاشم حضور داشته باشیم. انشالله که اون روز برسه و چشمانمون روشن بشه به جمال منور ماه بنی هاشم. بریم فاصلهی بگیریم، برگردیم در خدمت مهمان عزیز امشبمون هستیم.
آقا سید مهدی سیفی امشب مهمان برنامه ما هستن. سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومد. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام، در خدمت شما هستم. خدمت امام حسینی، خیلی خوش اومدی آقا سید. سلامت باشی. من اولین سوالو اینطور بپرسم که آقا سید مهدی عزیز چقدر بدهکار امام حسینه؟ بخوام جواب شما رو بدم، میخوام بگم که تمام زندگی مال حسینه، تمام زندگی رو بدهکار امام حسین هستم. یعنی تا حالا نشده به امام حسین بگی که آقا جان من این همه برای شما خوندم، این همه برای شما دویدم، شما مثلا این کار رو برای من بکن؟ این مصداق هل جزاء الاحسان الا الاحسانه. انقدر ارباب سجیت الاحسان و سجیت الکرم هستش که خودش جواب اونو میده، بی جواب نمیذاره. یعنی این دویدن و دنبال کار امام حسین یه بخشی از کرم امام حسین بوده. بله. در این خونه آقا سید نگرانیتون چیه؟ از چی نگرانی؟ چه اتفاقی دوست نداری بیفته؟ من تا موقعی که با امام حسین هستم هیچ نگرانی ندارم. همه امیدم برای از خدا و اهل بیت و این دستگاه و این امام حسین. خدا رو شد. از موقعی که چون صحبت ارباب دست چپ و راستمون شناختیم، امام حسین هم شناختیم، هیچ نگرانی تو زندگی پیدا نکرد. تو خود همین مسیر نوکری آیا دلشوره‌ای داری که اتفاق خاصی نیفته؟ نه. دلت قرصه. وقتی که میشینیم رو منبر میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابا عبدالله، خودش همه کارا رو درست میکنه. مثلا دست من و شما نیست، میخوای بخونی، میخوای روزه بخونی، مقتل بخونی، خودش مسیر برات درست میکنه. شده برنامه ریزی میکنی اینو بگم اونو بخونم، ولی اونی که اونا برات مقدر کردن تو در میذارن همونو میخونی. آرزوتون در خونه امام حسین چیه؟ دوست داری به چی برسی؟ به همه آرزوام رسیدم. همین که امام حسین دارم به همه آرزوام رسیدم. همین که سر سفره اهل بیت نشستم، همین که در خونه اهل بیت نوکری میکنم، خودم، خانواده‌ام، زندگیم، به همه آرزوام رسیدیم. خدا رو شکر. خیلی با دل قرص آقا سید صحبت میکنیم. خدا رو شکر. دل قرص دیگه. میخوام یه سوالی بپرسم که یاران امام حسین علیه السلام بعضیاشون وقتی تو بغل امام حسین جون میدادن یا از راه دور، یه سوالی از سید الشهدا میپرسیدن. امشبم شب وفاست دیگه، میپرسیدن اوفلت، آیا وفا کردم؟ ارزیت، آیا راضی شدی از من؟ آقا سید مهدی عزیز میتونه با دل قرص این سوال از امام حسین بپرسه؟ من یکی از آرزوهام اینه، یکی از خواستهام اینه. این همه داریم نوکری میکنیم، داریم نفس میزنیم، میدویم، همشون برای خودشه. همه آرزو که خود امام حسین ها آرزوم خودشونه. یارا میخواییم اون دم آخر سرمون تو دامن ارباب باشه، راحت جون بدیم با امام حسین، راحت جون بدیم. اینو از ته دلم میگم، از ته قلبم میگم. و اگه از رفقا بپرسید آخر روزه و آخر خوندن هم میگم که بهشت ارزانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است. به وقت مرگ چشمم را نبندید که چشم من به سیمای حسین است. همین روز خونه یه دعایی میکنن آخر دعاهاشون. دعا از قدیم، از بچگی من یادم میکنه که آخرین کلام ما در این دنیا، اولین کلام ما در او با نام مقدس حسین.
خب اون لحظه فرا رسیده، شما محو تماشای حسین میدن رسیدی به اون لحظه. دوست داری اولین جمله‌ای که به حضرت میگی چی باشه؟ اولین جمله میخوام بهش بگم موقعی که میخوندم میگفتم خیلی دوستت دارم، الان میخوام بگم خیلی دوستت دارم، خیلی نوکرتم. همین که به من نوعی، به من سراب و تقصیر آلوده اجازه دادی بیام در خونه نفس بزنم، نفس بکشم، بس همه. خیلی دوستت دارم، خیلی دوستت دارم، خیلی ساده و قشنگ. آقا سید، به نظرت شما بیشتر امام حسین دوست داری یا امام حسین شما؟ امام حسین ما رو بیشتر دوست داره. چطور نشانه ای داری برای این صحبت؟ تو اگه دوست نداشت امام صادق فرمود دیگه، خداوند خیر بنده رو بخواد مهر و محبت امام حسین رو به دلش میندازه. دوست اون داشته که مهر و محبتش تو دل اون انداخته، و انشالله که این عشق تا آخر عمر اون دو طرفه باشه. جایی شده تو زندگیت که خیلی قشنگ بهت ثابت شده باشه که نظر ارباب بوده، امام حسین دوستم داشته، اینجا رو آقام درست کرد؟ انقدر این اتفاقا برام افتاده، یه چیز اینا همش دلیه، یه چیز بین بنده و مولاست، مثلا گفتن نداره. توی این خاطراتت یه دونه گفتنیشو نداری تعریف کنی که کجا گفته اینجا کارم آقام را انداخت؟ همه شو. من اینو اول صحبت هم گفتیم، دست چپ و راست اونو شناختیم، امام حسین رو شناختیم و ممنون اون پدر مادر هستم که دستشون رو میبوسم که ما رو در خونه اهل بیت آشنا کردن، از کوچیکی دستمون رو گرفتن بردن تو مساجد تو حسینی ها. انشالله دنیا و آخرت در پناه ابو عبدالله باشه. انشالله سایهشون مستدام. اینو من همیشه میگم از برکت پاکی دامن مادرامونه که ما سر سفره اهل بیت نشستیم و به حضرت زهرا قسم میخورم به هر کسی اجازه نمیدم در خونش بیاد نفس بزنه، خدمت کنه، نوکری کنه. باید اونا بخواند، اونا بخواند درست میشه. و لحظه به لحظه زندگیمو مدیون این خانواده است. تا الانش که به اینجا رسیدیم زندگیمون چه مادی چه معنوی همش لطف و عنایت امام حسین بوده. به خودش قسم به مو رسیده برای نوکر اهل بیت پاره نشده. یاد مادر شد شب تاسوعا، مادری که نوکر اهل بیت پرورش میده، خانم ام البنین سلام الله علیه. سلام الله علیه. واقعا خادم الحسین اصلی رو حضرت ام البنین تربیت کرد. به نظر شما نوکر امام حسین چه شکلی آسد مهدی؟ نوکر امام حسین بعد الگوش پسر ام البنین باشه، سمعا و طاعتا. یه بار به ابی عبدالله تو عمرش برادر صدا نزد آقا رو، تا اون لحظه آخر به خودش اجازه داد. وقتی مادرش فاطمه اومد تو علقمه، اونجا به خودش اجازه داد وقت صدا زد اخا عبدالله، خود نوکری کرد برای اهل بیت. شب عاشورا براش امان نامه آوردن. شاید ماها یه اتفاقایی بیفته، آقا بیا من این چیزو بهت میدم مادی، دست از این خانواده بردار، هیئت نرو، حسینی نه، روزه نخون، خدا کنه نلرزیم تو این راه ثابت قدم باشیم. براش امان نامه بردم، دست از امام حسین برنداشت، دست از نوکری اهل بیت برنداشت. مادرش نوکر تربیت کرد، حضرت ام البنین. بعد اون حرفایی که زنهای مدینه گفتن موقعی که پسر ام البنین به دنیا آمد، حضرت ابوالفضل،
خودش بلند شد جلو چشای پسر فاطمه، قناغه رو برداشت دور سر پسرای فاطمه گردون. و من کنیز شما، عباسم نوکر و غلام شماست. نوکر مون، غلام مون. سید شما روزه خون اهل بیتی، بذار من یک سوال روزه‌ای بپرسم. به نظرت سخت ترین مصیبت آقا قمر بنی هاشم چی بود تو کربلا؟ کربلا که به قول عمه جان و زینب، ما رأیت الله جمیلا، همش برای اهل بیت زیبایی بود. ولی کجا برای پسر ام الولین چون شب تاسوعا است، خیلی از نوکرا و محبین اهل بیت دارن الان میبینن یه پای دلشون پای این برنامه، یه پای دلشون هم الان کربلاست، حرم پسر ام الولینه. فکر کنم به نظر من آمده ناچیز، نوکر ناچیز در خونه اهل بیت، اونجایی که نتونست آب بیاره برای بچه های حسین، شرمندگی مون به پسر ام الولین، مشک و آب کرد. همه امید بچه های اهل بیت، همه امید بچه های ما حسین به این مشک و آب بود، همچنین که تیر به مشک و آب زدن، این مشک سوراخ شد، آب از مشک خارج شد، دیگه اونجا امید پسر ام الولین ناامید شد. میکشم منت اگر تیر به چشمم بزنید، ولی ای قوم شما را تیر به مشکم بزنید. دلامون رفت کنار نهر القمه و یاد آتش بچه های ابی عبدالله الحسین. اگه آقا سید مهدی سیفی روز عاشورا یا شب عاشورا یه کاسه آب گیرش می اومد تو کربلا، یه کاسه آب، سراغ کدوم خیمه، کدوم تشنه، کدوم صحنه می رفت اون کاسه آب رو هدیه می کرد؟ من خودم از بچگی تو هیئت حضرت باب الحوائج حضرت علی اصغر بزرگ شدم و یه کاسه آب گیرم می اومد می رفتم خیمه رباب. بچهش تلزی میکرد، زبان دور دهان میگردوند، هی رباب از این خیمه به اون خیمه میگو یه قطره آب بدید بچه‌م نمیره. اگه یه کاسه آب داشتم حتما میبرم ترمیم خانم حضرت رباب میکردم، برای نازنانش، برای شیرخورش، هی از این خیمه به اون خیمه میرفت. از گریه های اصغر دلم به غم اسیره، یه قطره آب بیارید بچه هم دارم میمیره. ها سید عزیز، به نظرت شما روزه خون دیگه، ما این سوال ها شاید وقت نشه تو مجلس روزه بپرسیم، الان بپرسیم، به نظرت چرا میونه این همه مصیبت، این همه داغ کربلا، آقا سید الشهدا کنار بدن برادر گفت الان کمرم شکست، الان این کسر از زهری، میگه چه اتفاق اونجا افتاد؟ همه امید و پشت و پناه ابی عبدالله به پسر ام الولین بود، همه امید اون زن و بچه به عباس بود، خود ابی عبدالله امیدش به پسر ام الولین بود. وقتی اومد کنار القمه تا صدای اخاک برادر رو شنید، اومد کنار القمه، حالا فضا اینطوری شد دیگه، هم صحبت هم روزه است. بشنم مثلا روزه شما رو شب تاسوعا روزه است؟ روزه است دیگه، شب تاسوعا است، انشالله باشه همچین شبی بین الحرمه کنار حرمه پسر ام الولین روزه شو بخونیم. تا موقعی که عباس تو خیمه ها بود، جلو خیمه ها بود، دشمن جرأت نمی کرد به سمت خیام حرم بیاد. همچنین که تو القمه
از زین به زمین انداختنش، دورش کردن، 4000 تیرانداز دورش کردن، تیربارونش کردن مثل خار پشت. وقتی ابی عبدالله اومد، تا موقعی که سوار بر مرکب بود می جنگید، کسی جرئت نمی کرد نزدیک عباس بشه. همچنین که تیربارانش کردن، از زین به زمین زدنش، اون موقع جرئت پیدا کردن، اومدن دستش رو جدا کردن، عمود به فرقش زدن، این بدن رو تیکه تیکه کردن. دیگه وقتی حسین اومد کنار علقمه، برادر رو دید، چه برادری؟ علم بی صاحب یه طرف افتاده، فرق عباس شکافته، دست در بدن نداره. یه امید حسین ناامید شد، یه دست به کمرش گرفت، یه دست به عنان ذوالجلال. الان این کسرت زهری و قلت حیلتی و انقطع رجایی. و من توی یه بیت بگم، گفت عباس جان 72 کشته دادم اما الان کمرم شکست. عباس. شب تاسواس روزه شما رو بشنویم. میدونم که دیگه دلا طاقت نداره و میخوان اشک بریزن. بیننده های ما در مصیبت قمر بنی هاشم هم نوا با ام البنین ایشان، بشنویم از شما. ای گوهر بحر کمال علی، وست و ایان قدر و جلال علی، ای سعدا گم شده راه تو، وی شهدا غبت خوره جاه تو، از تو سزد عزت و آقایت، آل علی تشنه سقاییت، چون اسم مادرش ام البنین برده شده، مادرت آن بانوی نیکو سرشت، جمله زنهای زنان بهشت، زاد تو را تا که فدایت کنم، پیش کش خون خدایت کند. از همون بچگی ای در گوش عباسش میخون، پسرم عباس من، کی ثمر باغ ولا نور جان تو صد بار فدای حسین. آقا یا ابا الفضل العباس، موقعی عرائزان گفتم ام البنین قنداقه عباسش رو دور سر بچه های فاطمه میگردوند، ای میگفت خودم کنیز شما، عباسم غلام و نوکر شماست. همون جا روزه عباسش رو امیر المومنین برا مادرش خوند، قنداقه عباس رو از دست مادر گرفت، جلو چشای مادر دست عباس رو میبوسید و گریه میکرد.
چشم عباس رو میبوسید و عشق میریخت، فرق عباس رو بوسه میزد و گریه میکرد. مادر دل تو دلش نیست آقا جان، مگه بچم ای بیداره؟ فرمون نه امول بنین، بنی هاشم همه ماهن، اما پسر تو ماه بنی هاشمه. اما میبینم اون روزی رو که تیر به این چشما میزنند، عمود به فرقش میزنند، دستاش رو از بدن جدا میکنند. آی اونایی که دارید ما رو تماشا میکنید شب تاسوهاییه، شب بابل هواییجیه، امیر المومنین دست عباس و بوسه زد، گریه کرد. بمیرم برا دل حسین، راوی میگه دیدم ابی عبدالله اومد الغمه، اما خم شد، یه شیعی رو از رو زمین برداشته، ای بوسه میزنه، ای به صورتش میکشه. گفتم یا لنجب، میدان میدان جنگه، آیا حسین پارهای قرآن پیدا کردم. جلوتر رفتم دیدم دست بریده ی عباسه. اومد کنار الغمه تا نگاش به اوضاع احوال برادر افتاد، صدا زد عباس بود امیدم مرا یاری کنیم، سالها بهرم علم داری کنیم. داداش ای دریغا شد امیدم نامید، بی برادر گشتم و پشتم خمید. عباس اگه شب تاسوعا نبود نمی گفتم، صدا زد داداش گر نخیزی تو ز جا، کار حسین سخت تر است، نگران حرمم، آبرویم در خطر است. داداش قامت خم شده را هر که ببیند گوید، بی برادر شده دست حسین بر کمر است. چه شدن دست بلندی که به آوای بلند، دعویت بود که من بازوی حیدر دارم. خیلی ها با این نوعه و زمزمش بازی میکنن شب تاسوعاییه. عباس بیا برگرد خیمه، ای کس و کارم، منو تنها نگذار، ای علم دارم، تو فقط برگرد داداش. آب به خیمه نرسید، فدای سرت حسین، قامتش خمید،
فدای سر یه دست به کمر گرم یه دست منان زن جنا الان کمرم شکست امیدم نامید شد کسی حرف از آتش بر لب نیارد حسین داره بر میگرده به سمت خیمه رنگش پریده قدش خمیده بچه ها دارن از دور نگاه میکنن بابا داره بر میگرده کسی حرف از آتش بر لب نیارد که بابایم دگر سقا نداره همه در خیمه ها ماتم بگیریم همه از تشنگی با هم بمیریم بابا نزدیکتر شد بچه ها دیدن پدر برگشته با قد خمیده گرفته در بغل دست بریده سکینه جلو اومد بابا عینم میال عباس عموم عباس کجاست رفت عمود خیمه عباس رو کشید یعنی خیمه دیگه صاحب نداره شب تاسوعاست شب عباس هر کجا که نشستید دارید ما رو میبینید انشالله وعده هممون کربلا اربعین انشالله همه با هم یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل طیب الله انفاسكم احسن خدا حفظت بکنه همیشه نفس بزنی برای اهل بیت آسید عزیزی یه دعا هم مهمونم میکنیم شم تنها دعایی که به زبون میاد به ذهن اون جاری میشه چون خود صاحب اون ولی نعمت اون فرموده هر کجا اسم عمو عباس برده بشه هر کجا روزه عمو جانم عباس خونده میشه من اونجا هم برم برای روزه عمو جانم عباس گریه میکنم آقا جان آجرک الله شب تاسوعاییه اللهم عجل ولیک الفرج الهی آمین اللهم عجل ولیک الفرج الهی آمین اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا الهی آمین انشاءالله در پناه خدا باشید زیر خیمه ابی عبدالله یا علی مسجد سلامت باشید بنده هم خیلی خوشحال شدم که خدا این توفیق به ما داد اومدیم اینجا برای پسر و مولدنی انجام وظیفه کرد خدا حفظتون سلام در پناه حق باشی یا عید خدا حفظش خدا نگهدار به مجلس عزای تو یکی گلاب میدهد یکی به دست تشنگان به گریه آب میدهد یکی ز کف برای تو قرار و تاب میدهد به عزت خدا قسم خدا جواب میدهد به هر که با زبان دل زند تو را صدا حسین
حسین من، 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 حسین من. یکی از درس هایی که از وجود مبارک قمر بنی هاشم میگیریم همینه که ما باید همه چیزمون رو فدای حجت خدا بکنیم. اول برنامه گفتم که امام زمان این گونه خطاب میکنه به حضرت ابوالفضل عباس: المواسی اخاه به نفسه. مواسات کرد، فداکاری کرد، همدردی کرد با جان خودش، با وجود خودش برای برادرش که حجت خدا بود، سید الشهدا بود. شب تاسوعا روزخونها یک داستانی رو نقل میکنن، قضیه رو نقل میکنن از امان نامه که حضرت عباس علیه السلام به همین اشاره داره که من در این واقعه مهم نیستم، مهم حجت خداست، شما برای من امان نامه آوردید. خبر اینجوری رسیده که و جا شمرون علیه لعنت و العذاب حتی وقف علی اصحاب الحسین علیه السلام. شمر اومد جلوی اصحاب امام حسین علیه السلام ایستاد. فقال این بنو اختنا، فریاد زد که فرزندان خواهر ما کجان. البته که حضرت ام البنین خواهر او نبود بلکه هم قبیله بودند. فخرج الیه عباس، عباس ابن امیرالمومنین به دستور امام حسین، در جای دیگه خبر اومده که اصلا جواب اونها رو نداد. امام حسین علیه السلام فرمودن که جوابش رو بده اگرچه آدم فاسقیه. به دستور سید الشهدا از خیمه بیرون اومدن. فخرج الیه عباس و جعفر و عثمان بنو علی، اومدن بیرون حضرت عباس و حضرت جعفر و حضرت عثمان که فرزندان امیرالمومنین علیه السلام بودند. فقالوا ما لک و ما ترید، چیه که فریاد میزنی؟ چی میخوای؟ شمر لعین گفت انتم یا بنو اختی آمنون، ای فرزندان خواهر من شما در امان هستید. خواست به خیال خام خودش حضرت قمر بنی هاشم و برادرانش رو از امام حسین جدا بکنه، اما قال له الفتيه، اون جوان مردان فرمودند لعنك الله و لعن امانك، خدا هم خودتو لعنت بکنه، همین امان نامه ای که آوردی لعنت بکنه. لئن كنت خالنا، اگر واقعا تو خودت رو دایی ما میدونی و هم قبیله ما میدونی، اتؤمننا و ابن رسول الله لا امان له، ما را امان میدی اما پسر پیغمبر هیچ امانی براش نیست. خدا لعنت بکنه خودت و امان نامت رو. لما قدم علیهم کزمان مولا عبدالله ابن ابی محل، یه امان نامه دومی هم آوردن که یه غلامی به نام کزمان یا کرمان، هر دوتاش در تاریخ هست، که غلام عبدالله ابن ابی محل بودش، اونم از قبیله بنی کلاب، یه امان نامه دیگه ای آورد. دعاهم، صداشون کرد. فقال هذا امانون بعث به خالکم، این امان نامه ایه که دایی شما براتون فرستاده. فقال له الفتیه، اون جوان مردان فرمودن اقر خالن السلام، این عبدالله ابن ابی محل نزدیکتر بوده نسبت خانوادگی و نسبت قبیله ایش با فرزندان امیرالمومنین، گفتن سلام ما رو به داییمون برسون و قل له ان لا حاجت لنا فی امانکم، ما رو هیچ احتیاجی به امان شما نیست. امان الله خیر من امان ابن سمیه، امان خدا بهتر از امان نامه پسر سمیه است. سمیه شأن این برنامه عجله که من بخوام خیلی توضیح بدم که این قضیه چیه، ولی سمیه اسم مادر زیاد، زیادی که
در واقع پدر عبیدالله زیاد هستش. سمیه یک مشهوره بدکاره عربه که همه میدونستن که قضیهش چیه، که زیاد به دنیا اومد، بعدن این زیاد چه کارها کرد. شأن این برنامه عجله که من بخوام اینها رو توضیح بدم، اما حضرت عباس ابن امیرالمومنین علیه السلام خواستن به همینم اشاره بکنن که شما در امان چه کسی در اومدید؟ امان خدا، امان رسول الله، امان پسر فاطمه زهرا دختر پیغمبرتون رو رها کردید که امان الله در دنیا و آخرت، و امان پسر سمیه رو گرفتید، کسی که دعی ابن دعی، هم خودش پدرش مشخص نیست، هم باباش پدرش مشخص نیست. و فرمودن امان الله خیر من امان ابن سمیه. سلام و درود خدا به قمر بنی هاشم که تا آخرین لحظه برادر خودش رو تنها نداشت. المواسی اخاه به نفسه، و با جان خودش با برادر خودش همراهی و همدردی کرد و فداکاری کرد. سلام الله علی عباس ابن امیرالمومنین. سید محمد رضای عزیز مهمون ما، سلام، خیلی خوش اومدی. سلام. یه سلام هم به امام حسین بده. سلام امام حسین. ایشالله که امام حسین جواب سلام تو بده. این شبایی که محرمه چی کار میکنی محمد رضا؟ میرم روزه عزاداری میکنم، سینه میزنم. برای چی عزاداری میکنی؟ چون اونا مهربون بودن، دشمنا اونا رو شهید کردن. عزاداریتون تسلیت باشه برای حضرت زهرا. شنیدم که خیلی حضرت ابوالفضل رو دوست داری، برای چی اینقدر حضرت ابوالفضل دوست داری؟ چون امام حسین دوست داشت، بچه هاشو میخواست سیراب کنه و بعد در راه خدا شهید شد. آفرین به تو. داستان شهادت حضرت عباس رو میدونی؟ بله. چی شد که حضرت عباس شهید شد؟ حضرت ابوالفضل اومد پیش امام حسین. بچه ها تشنه بودن، بچه های امام حسین. بعدش امام حسین گفتش اگه میخوای بری برای اینم آب بیا. بعد از اون رفت 80 نفر از دشمن رو کشت. بعدش رفت جلو آب فرات، دست کرد تو آب فرات. بعد یاد بچه های امام حسین گفتش من تشنم ولی اونا اول باید آب بخورن. بعدش رفت مشک و پر کرد. دشمن ها پشت درخت ها چمین کرده بودن. بعدش هی به حضرت ابوالفضل تیر می زدن. حضرت ابوالفضل هی دست بردار نبود، هی بعدش اومدن دست راستشون رو قطع کردن، بعدش اومدن دست چپشون رو قطع کردن، بعد با یه گرز آهنی زدن تو فرق مبارکشون و شهید شدن. سلام خدا به حضرت ابوالفضل. میدونی که بچه ها هم توی کربلا بودن؟ میشناسیشون؟ حضرت عبدالله، حضرت رقیه،
حضرت علی اصغر، امام باقر. بله امام باقرم تو دوران کودکیشون بودن و تو کربلا بودن. میدونی یکی از این بچه ها مثل حضرت ابوالفضل در راه امام حسین دستش قطع شد، در راه امام حسین جدا شد. حضرت عبدالله بود. داستان عبدالله هم میدونی؟ بله. میتونی برامون تعریف کنی؟ بله. حضرت عبدالله دید چه داره عموش شهید میشه، بعدش امام حسین به حضرت زینب گفته بود نگهدار حضرت عبدالله، نذار بیا. حضرت عبدالله دوید اومد تو میدون، بعدش میخواست با شمشیر بزنن حضرت امام حسین. حضرت عبدالله چی کار کرد؟ حضرت عبدالله سپر گرفت دستشو، بعدش دستش قطع شد، افتاد پیش امام حسین. امام حسین هم گفتش الان میریم پیش پدرت. بعدش با تیر هرمله تیر زدن توی جلوشون، با همدیگه توی کربلا شهید شدن. راجب حضرت عبدالله حسن یه شعرم مثل این که بلدی، میتونی برامو بخونی؟ بله بخون برام. از زیر پلکای پرخون دیدم دویدی تو میدون، گفتم به زینب خواهر امانتی رو برگردون، برش گردون بدون شمشیرت، برش گردون باباش رو برومه، برش گردون اینجا پر تیره، برش گردون کار تمومه. بیاد نیاد محاصرم تو نیزه ها، بخواد نخواد سرم میره رو نیزه ها، بیاد نیاد محاصرم تو نیزه ها، بخواد نخواد سرم میره رو نیزه ها. سرباز چم سن و ساله خبر نداره از حالا، نظر ببینه بس امرو، حالا چه تو این گودالم، برش گردون نشنب صدامو، برش گردون دیگه نیمه جونم، برش گردون فرصتی نمونده، برش گردون غرق خونم. یا ابا عبدالله یه دعای قشنگم بکن. دعا میکنم که حضرت مهدی زودتر بیاد. انشالله انشالله. به خدا میسپارمت محمد رضا، خدا نگهدارت. خداحافظ. کجا
در روایات رسیده که اولین شخصی از ائمه معصومین علیهم السلام که رجعت میکنه آقا سید الشهدا علیه السلامه که به اتفاق یاران با وفاشون بر میگردن. در کافی شریف هم روایاتش ذکر شده که حال و هوایی نقل کرده از امام زمان و امام حسین علیه السلام و حتی در روایات ذکر شده که آقا سید الشهدا علیه السلام امام زمان رو در قبر مبارک خودشون دفن میکنن و امام اشاره میکنه امام رو جز امام دفن نمیکنه و متولی دفن او نمیشه. میخوام به این اشاره بکنم، یه روزی امام حسین علیه السلام با یارانش برمیگرده و از دشمنانشون در همین دنیا انتقام گرفته میشه. ما یه قصه‌ای در قلبمون هست، یه غیظی در قلبمون هست از اتفاقاتی که در کربلا افتاده که حتی وقتی مقتل رو ورق میزنیم بیش از چند ورق شاید نمیتونیم بخونیم و حالمون بد میشه از اینکه چرا این اتفاقات افتاد. در دعای افتتاح یه فرازی هست که از خدا میخواییم که اشف بهی صدورنا، خدایا به وسیله امام زمان سینه ها و قلب های ما رو شفا بده. وذهب بهی غیظ قلوبنا، خدایا این غیظ و این خشمی که در قلب ما انباش شده از ظلمهایی که به اهل بیت شده به وسیله امام زمانمون این خشمها رو ببر، این ناراحتیها رو بیرون بکن. به امید اون روز همه با هم دعا میکنیم در شب تاسوعا و خدا رو قسم میدیم به حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، اللهم یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. تا به وقت سلامی دیگر، یا علی مدد، خدا نگهدارتون.